بررسی دقیق انتشار مذهب اهل بیت اسمل و تارت علیه السلام در قاره آفریقا نشان می دهد که رشد آن با سرعت در حال افزایش است. در این میان فعالیت های مقلدین و مراکز و مؤسسه های مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه حضرت آیت الله لزماهات صادق حسین شیرازی دام از در چند دهه اخیر یکی از اصلی ترین عوامل رشد سریع انتشار مذهب اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در قاره آفریقا بوده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. اندیشه و اعتقادات پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام و مذهب حق تشیع در قاره آفریقا به سرعت در حال رشد است و بسیاری از شیعیان در این قاره از نهادها و فعالیتهای مستقل شیعی استقبال می کنند. برای نمونه در پی تاکیدات مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظمى حاج سید صادق حسینی شیرازی دامزلو مبنی بر اهمیت نشر معارف دینی و اسلامی و به همت جمعیت جهانی حضرت سید شهدا علیه السلام در کشور کویت و با حمایت از سوی صندوق خیریه اهل بیت علیهم السلام در این کشور اولین حوزه علمی بانوان و اولین حسینیه در تاریخ کشور نیجر در یک هفته اخیر افتتاح شد این مجموعه به نام مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مزین است و در مراسم افتتاحیه آن که در شهر نیامی پای تخت کشور نیجر انجام گرفت حضور گسترده مردم به چشم می خورد. همچنین یکی از بخش های این حوزه علمیه به نام مرحوم آیت الله سید محمد رضا حسینی شیرازی به منظور گرامی داشته یاد و خاطره ایشان نامگذاری شده است در نمونه دیگر از اقداماتی که مراکز و مقلدین مرجعیت شیعه انجام دادن برگزاری اولین کنفرانس مستقل شیعیان آفریقا درباره قدیر بود که حدود ده روز پیش برگزار شد این کنفرانس به همت گروهی از شیعیان آفریقایی در مسجد حضرت امیر المومنین علیه السلام در شهر کننی در کشور نیجر برگزار گردید و در آن روحانیون طلاب پژوهشگران فعالان شیعیان و نیز مقلدان حضرت آیت الله العظما حسینی شیرازی دام شرکت کردند در این کنفرانس که به مدت سه روز برگزار شد به زوایای مختلف روز قدیر خم و چگونگی همکاری بین پیروان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در قاره آفریقا با هدف خدمت رسانی بیشتر به شیعه و مذهب اهل بیت علیه السلام پرداخته شد از دیگر فعالیت های شیعیان آفریقا می توان به فعالیت های حسینی اشاره کرد بر همین اساس با فرارسیدن ماه محرم الحرام ازای حسینی نیز در بسیاری از شهرها و کشورهای آفریقایی از جمله شهر ماجنگا در کشور ماداگاسکار پرچم ازای حسینی برافراشته شد این پرچم حسینی که برای اولین بار در کشور ماداگاسکار برافراشته می شود در دفتر مرجعیت شیعه به احتزاز درآمد. این فعالیت ها تنها گوشه ای از صدها فعالیت های شیعیان و مراکز مرتبط با دفتر حضرت آیت الله العظمه شیرازی مدزلو در کشورهای آفریقایی با هدف ترویج دین مبین اسلام و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به شمار می رود.